طالبان دانه های ظلمت پراکنده بر زمین تلخیان با نیش های شلاخشان سبز می شدن. می دانستیم که فصل روی دست ما سنگینی خواهد کرد از محصولی که عقوبت بود، ولی معلوم بود تاریکیه که همه را در هاضمه‌اش و تحلیل می برد. دشمن در آغوش گرمت سبز نمی کرد. می دانستی که دستان خودت تناب دارت نخواهد بود. ما شک نداشتیم و صفی که ایستاده بودیم. شلاق با صدای آتشین دلیلی بود که ما یا چپلیها را بسوزیم با نفس گرم یا زیر آن با مورچگان دم فرو بندیم. بهای بزرگی پرداختیم تا گلهای مسلول پنجرهای از یاد رفته با ساقه‌های ویران اندک روشنی بیرون را به حجره‌های فرسوده ببرند. این زمین ثابت ما نیست دبلیو بوش. ما بر خاک دیوارهایمان گندم می‌کاریم و بر سقف‌های ویرانمان باغچه کار را آباد می‌کنیم. تو نبودی که ببینی خوشه‌های را که در آتش تاکستان می‌سوخت با برادران تشنه من، با دل آتش گرفته من. تو نبودی که ببینی چگونه زنان بی‌دفاع را با مواشی رها شده تصاحب می کردن. تو نبودی که صورت خواهرم را ببینی در حصار چشم‌های شعله‌ور که اندام بی‌پناهش را می سوختن. و مادرم را وقتی که از خانه آتش گرفتش و اجبار می کوچید. در خاطره جمعی ما تاکستان ها هنوز در چنگ آتشند با گیسوان ترد خواهرانمان. من ندانستم چگونه بزرگ شدم. من نمیدانم چگونه گریختم از زمین ها و شعله‌ور آن سال ها و رسیدم تا اینجا. شیار خون پدرم هنوز دنبالم می کند و آواز محزون، دادخواه و فریاد خواهر لباس هایم را می سوزاند. من بودم دبلیو بوش با گل سرخی که در قفسی سینم شکفته بود روزی که دموکراسی با تانک های شما وارد جاده های کابل می شد. تانک هایتان را پذیرا شدیم با همه سنگینیشان. عساکرتان بیگانه نبودند، متجاوزتان نخواندیم چون گیسوان زیادی هنوز زیر شلاق جان می باختند و شما ما را یاور بودید. طالبان از قرون دیگر بر زمین های ما قدم گذاشته بودند با بدویت، با خنجر، با لباس هایی که از بازارهای دوران جاهلیت برتن کرده بودند. عساکر جوانتان می میرند از شبیخون، از حراس های سرزمین ناشناخته و ما هم بر تابوت هایشان با تمام آسمان گرفتمان می گیرمیم. ما با هم خون دادیم در روشنی، ما با هم دفاع کنیم از روشنی. سیاهان سرانجام به کاخ سفید رسیدند با چشمان براق از شادی و عشق، ولی ما به جای نرسیدیم. او با ما از هرچه میگویی از مذاکره با طالب نگویی. جراحت های صورت خواهرم آتش گرفتند، عمویی که صورتش را به تیزاب سپردند در راه مکتب. خبر سازش با ظلمتی که استخوان‌های ما را می‌جود، خبر مذاکره با مردانی که با خون زنان و کودکان آبیاری می‌کنند مزارع ایدئولوژی‌شان را. صورت خواهرم به قلعه سیل بردن ماند، امواج تیزاب و قساوت باغچه‌های صورتش را ویران کردند. خواهرم خشم می‌کند از مذاکره با طالب هیچ نه. شکر.